خدا و سلام و خسته نباشین همتنای عزیز. امید دارم که جور صحت و سلامت باشین، قسمی که این آرزوی همیشگی ما و تمام همکارای که امروی ما همکار هستن در برنامه می باشه. آرزوی صحتمندی، سلامتی و جانجوریتان را داریم عزیزا و در پهلویش خوشحالیتان همچنان. حسنا هستم، یک ساعت قرار است که باز هم در برنامه امشب در برنامه سراچه باشم و عزیزا باشم که مهماندار هم هستم و امشب یک ژورنالیست چهره دست کشور مهمان ما است عزیزا، که شما با نامش و با کارهای رسانه‌ایش آشنایی دارین. نستوی نادری، نام آشنا در رسانه کشور که متاسفانه در اوج شهرتش مدت 7 سال را در اعتیاد به سر برد که بهترین روزهای زندگیش را متاسفانه ازش گرفت، ولی با مبارزه، با شهامت، با پشتکار و با قاطعیت تانست که در مقابل اعتیاد استادگی بکنه و امروز نام خدا صحت و سلامت در مقابل من نشسته. قرار است که یک برنامه یک ساعته با هم داشته باشیم. آقای نادری بسیار زیاد خوش آمده. سپاس از شما و خیلی یکی از علاقه های بزرگ من بود که اینجا قرار بگیرم و امروز خداوند مرا آرام آرام داره دوباره به آرزوهای میرسونم. من خیلی افتخار میکنم در کنار خبرنگار خیلی عالی افغانستان در بخش برنامه های اجتماعی که شما هستین قرار دارم و صحبت میکنم. و شما میفهمین که من چقدر علاقمند خاص شما بودم. کوتاه میخوایم یک چیز را بگویم که بعد از بر اومدن از اعتیاد یک دوست بسیار خوب دارم به نام آقای خیام خموش، شاعر است و عمدتا شعرهایش من دکلمه میکنم. مدیریت بعد بوران، یعنی مدیریت دوره که شما از اعتیاد بیرون میشین، این بسیار قوی مدیریت است که چگونه به پیش بری. به مسابقه یکی از استادای من که مدیریت بعد بوران مرا مدیریت میکنه، یگانه آخرین هدفی که برای من تعیین کرده بود گفت روزی که من تو را در برنامه سراچه ببینم او روز پیش من نمره تو 100 هست. در این روزها یک اندازه از من شکرنجی هم دارن استاد خموش. من امیدوار هستم که هدفی را که برای من تعیین کرده بودیم شو مرا ببینه و نمره 100 بگیره. سوالات زیاد شاید در ذهن مردم خلق شده باشه که نستوی نادری یک چهره شناخته شده، یک آدم فهمیده، جوان با دانش تحصیل کرده و از هر لحاظ یک آدمی که در جامعه خودش را ثابت ساخته بود. چی باعث شد؟ چی کشاندش به طرف اعتیاد و کی کشاندش به طرف اعتیاد؟ ما در یک دوره بسیار قدرتمند نشرات رسانه‌ای قرار داشتیم در افغانستان. جالبش این بود که زمانی که من به گوگل سرچ میکردم نام خدا به انگلیسی، چون پدر من میگفت که شخصیت ها کسایی هستند که وقتی نامشان به انگلیسی در گوگل سرچ کنی مقاله ها در موردشان نوشته میشه. متاسفانه زمانی که من نام خدا در انگلیسی در گوگل سرچ میکردم میدیدم که رسانه های غولپیکر جان مثل گاردین، وال استریت جورنال، شپیگل حتی در مورد من چیزهایی نوشته میکردن، اما خیلی بار منفی داشت. نوشته میکردن که نستو نادری خبرنگاری که جریان زنان در افغانستان تخریب میکنن، یا هم اگر زنان فعال مدنی نوشته میکردن که در کنار گروه طالبان یکی از تفکرات بسیار تند روانه دیگه در قبال ما جریان داره که او را نستوی نادری است و از طریق یک تلویزیون محلی یک سر ما را ترور میکنن. سالهای اول خیلی برای من خوشایند بود. من احساس میکردم شاید یک تروریست صافی نرم افزاری هستم و لذت میبردم از اینکه هر از گاهی اگر خانمی از دست من شکایت میکرد و این رسانه های بین المللی باستاب میدادن. یک نوع با وجود که بار منفی داشت برای من خیلی خوشایند بود. بعدها حس میکردم که به مسابقه یکی از چهره های زن ستیز که جریان های بسیار بزرگ زنان مرا به مسابقه یکی از دشمن هایشان میدانستن خیلی برای من جالب تمام شد. اما بعد یک دوره متوجه شدم که کاملا دارم به سمت وحشتناکی به پیش میرم. بود دیگه صحبت های شما، یعنی این صحبت من به خاطر کردم که اوج دوره کاری خود نشان بله. در افغانستان به خاطر که ما بر تمام پدیده هایی که علی مردم قرار می گرفت انعکاس می دادیم و این ما را یک اندازه با مردمی که درد بیشتر دیده بودن نزدیک می ساخت. در چنین موقعیت به یک بارگی باید گلوی ما خفه می شد. من نمی فهمم یک نوع دست هایی که تا امروز من اسم می کنم قطعه می آین به پیش، من نمی فهمم اونا رو چگونه دشمن های خود بدارم
مثل فیلم های هندی واری با ما بازی میکنن. هیچگاه مرا نکشتن و گذاشتن که جان کنده با ما تا به امروز با وجوده که صحت مندم شده این. هنوزم حالی من فکر میکنم به قدر کافی ما برای از اونا زجر کشیدم و برشان نشان دادم که بله 7 سال زجر کشیدن و نهایتا جان کندن در افغانستان که اونا شاهد این صحنه بودن و میدیدن و حس میکردم به قدر کافی دیگه اونا رسیدن به اهداف خودشان و دیگه حالا ما اون نستوی فاندمنتالیست یا رادیکال اکستریمیست نیستم دیگه. حالا ما دوره اعتیاد مرا به یک حالت راحت‌تر سوق داد. حالا خیلی ملی هستم و به احساس میکنم تمام انسان ها حق دارن که زندگی بکنن. در اون زمان از طریق های مختلفی میخواستن که بر ما بتازن، یعنی کوشش میکردن نقاط ضعف مرا پیدا بکنن اما نشد. همین دشمنانی که باعث شدن شما به اعتیادم رو بیارید؟ بله، دشمنان نامری که تا به هنوز من نشناختمشون. اصلا تا به حال با وجود از اینکه 7 سالم در اعتیاد سپری کردین و بعد از او هم یک دوره تداوی را سپری کردین و فعلا که شکر صحتمند هستین، تا به حال سر هیچ کس شک نکردین؟ نه من نمیفهمم، اینقدر سیستماتیک پیش میرن، اینقدر سیستماتیک پیش میرن. حتی من علاقه دارم یک روز اگر ببینم شانی و همون مدیری اصلی شه در آغوش بگیرمش و برش بگویم که تشکر از این مدیریت کاراگاهانه که به پیش بردی در قبال دشمنی که با ما صورت گرفت، میموندی که تا لبه پردگاه مرگ برم باز پس یک رای نجات پیدا میشد. باز مرا این سوال از پیش میکنم که چرا مرا نکشتی که راحت تر میشدم و موندی که زجر بیش از حد یک مرگ تدریجی را شما بار هم راش مواجه شدین. بله، و حالا من میگم که من با هیچ یک از جنبنده روی زمین دشمنی ندارم، اما اون زمان یک هر مرد یک نقطه ضعف داره، شاید بیشتر نقاط ضعف یک مرد در قبال یک دختر خانم وجود داشته باشه. بله. شاید یک مرد بسیار قوی را شما در مقابلش یک دختر خانم زیبایی را ایستاده بکنین مثل یخی میمونه که روی یک سنگ داغ بنین آب میشه. اونا چندین بار کوشش کردن از این رهگذر، فکر میکنم این رهگذر برشون کمی راحت‌تر بود. این بسیار یک بحث کلان دبر میگیره که سوالات زیادی هم در اذهان عامه بخصوص مخاطبین خودتان است آقای نادری، که هر کس به دید خود یک گپ میزنه یا از دهن یک کس دیگه یک چیز شنیدن از صفحات مجازی از یوتیوبرایی که همیشه عادتشان است سوژه پردازی دربارهتان چیزهای شنیدن. یک وقفه میگیریم، بعد از وقفه روی همین موضوع صحبت میکنیم. خوب است؟ بسیار خوب، بسیار خوب. ما برمیگردیم، با شما دوستا خواهد بودیم. ادامه برنامه هست و تشکر میکنم از همتان. مطمئن هستم که اکثریت کسایی که مخاطبین ما هستن در برنامه منتظر از این بودن که شما یک روز در برنامه دعوت شوین و سوالاتشان حل شوه. تا آغاز برنامه من سوال پرسیدم که جوابش هنوز نگرفتیم، در لابلای صحبتهایتان نتانستم در قسمت اول برنامه جواب بگیرم، که پردازش از شما میخوایم و همچنان توقع معتاد شدن یا رفتن به یک راهی که خلاف توقع بسیاری از خانواده و بسیاری از آدمای روشنفکر هست، از کسایی میره که بعضی اوقات آدم احساس میکنه که اینا فهم بالایی ندارن، دانش بالایی ندارن یا دوست و رفیق به راهی ندارن که اینا را راهنمایی خوب بکنه و بیراه میکشاننشان. شما چطور؟ شما چرا؟ این سوالی هست که در ذهن همگی از باید جواب گرفته شد. شما چرا معتاد شده اید؟ من در همون شب و روزی که بسیار برنامه ما در اوج قرار داشت، من در اوج قرار داشتم، یکی از دوستای من یک فیلم افغانی را نقش اول مرکزی را کار میکرد. این فیلم بسیار انعکاس قوی داشته و شب روز، چون من بیشتر دوستای من آوازخوان‌ها و سینماگرها هست. ای با ما یک نوع رابطه پیدا کرد و رابطه ها خیلی روز به روز نزدیکتر شده می رفت، تا جایی که بعد یک ماه یک ریم ماه ای یک سره برای من تماس هایی می داشت که یک دختر خانم در تاجیکستان علاقمند توست و او از تاجیکستان، خودش از تاجیکستان است. من هنوز بچه بودم و برای من بسیار خوشایند بود حس شهرت طلبی که هیچ مشبوع نمی شدم وقت.
و برای من بسیار علاقمندی من این بود که این دختر خانم تاجیکی رو من ببینم که کی است. بعد از مدت یک شب برای من تماس گرفت. اتفاقا اون شب ما یک برنامه گرفته بودیم روی یک تعدادی از طبقه تصوفی که بعضی از عالمای دینی اونا رو نمیپذیرفتن. اونا حملور شده بودن بالای شبکه و میخواستن که مرا گیر کنن و بکشن. تا بعد ازشان من نیامدم. به پایان شب وقتی که زنگ زد یک صدای بسیار نرم و لطیف و توان با یک لهجه خلیج تاجیکی و برای من میگفت که قهرمان چی حال داری که تو مرا این از آن طرف آمو به این طرف کشاندی و من باید یک بار تو را ببینم. وقتی که من رفتم اون شب دختر خانم من دیدم، برای من بسیار جالب بود چون شاید ما با اون نسل از دختر خانم ها روبرون نیستیم چون ما در جغرافی دیگه زندگی میکنیم. همون چیزایی که میگن در افسانه ها پری های کوی قاف یا پری های قفقازی بیشتر شبیه به این بود، اما از نگاه ها و صحبت هایش حس میکردم که یک دختر خانمی او پرواتفی شاید باشه. بعد شب برای من گفت که ما یک بوتل ویسکی آوردیم از تاجیکستان با هم باید بنوشیم. بعد از یک گلاس دو گلاس این دختر گفت که حالی ما در مرحله رسیدیم که شراب دیگه کهنه شده و معنایی نداره و ما به خاطر که تو بسیار قدرتمند شوی، حرف زدنت قوی شوه، قدرت تحلیلت بالا بره، یک داروی آوردیم که با استفاده از این میتونی که بسیار قدرتمند شوی. بعد یک پیپکی را از دستکول خود بیرون کشید و میدگی هایی مثل نبات وارد در داخلش انداخت و زیرش لایتر گرفت دود کرد. بعد من گفتم این چیست؟ گفت این نام شیشه هست و بسیار قیمت هست، در افغانستان یافت نمیشه. این هیچ وقت معتاد نمیکنه آدمه. شما هیچ وقت در گذشته ها با نامش و با این موادی که استفاده میکردن به احتیاط سر نخورده بودن؟ نه اصلا. بعد در کنار من شیش و گفت که تو یاد نداری؟ من برات یک دود میگیرم. وقتی من یک دود را که استفاده کردم، چیزی که دختر خانم میگفت همو کار به وقوع پیوست. قوه نطق من بسیار بالا رفت، من خیلی عاطفی شدم و احساس میکردم که این دختر خانم یک فرشته نجات است و آمده بر زندگی من. در این اثنا ما در یک فرنیچر فروشی این محفل گرفته شده بود که همین دوست فرنیچر فروش بود و رفته بود بیرون. وقتی که آمد پای پا بدست این دختر خانم دید و من گفت نستو تو کشیدی؟ گفتم آه، من چون این دختر تاجیکی را گفتم که این بری من. بعد به طرف بالا نگاه کرد و گفت قبر تکندن. این واژه هیچ وقت از یاد من نمیره. آخرین بار ما و او در هتل اینترکانتیننتال با هم دیدیم و اون روزی بود که باید میرفت تاجیکستان. حتما سازماندهی شده آمده بودن. حالا برای من بسیار سوال برانگیز است. روز اخیری که میخواست بره دوباره تاجیکستان، ما او را در هتل اینترکانتیننتال دیدم و به قدر کافی با هم شیشه کشیدیم و بعدا گفت که من میرم و مفقود شد. من به اینترنت رجوع کردم. وقت شما دیگه معتاد شده بودین؟ به اینترنت که رجوع کردم در معمول شیشه چیزی را که خواندم، متاسفانه یک نوشته که تکانم دادی است که با یک بار استفادهش معتاد میشه آدم و این در حالی بود که من شاید 7-8 بار استفاده کرده بودم. خانه آمده بودم مثل یک چیزی که گم کرده باشم، درگیر میشدم و بالاخره با بسیار مشکلات زیاد بعد تماس گرفتم یک نقطه رو در شهر کابل در شرک آریا اونجا رو برام نشان دادن. با نشان دادن اونجا زندگی من آغاز شد و من در ظرف 3 ماه یک سقوط بسیار سقوط آزاد کردم و همه چیز از دست رفت. امروز بدبختی است که دو چیز در زندگی مبهم موند. یکی که برادر مرا کشتن و طب عدلی نشته کرد که این در پی یک ترومای مغزی جان خود از دست داده در حالی که کشته شده بود، که هیچ تا به امروز من نفهمیدم چرا کشتنش، کی کشت، چرا کشت. پیگیری هم کرده؟ به قدر کافی. زمانی که مرا عامر اوزه گفت که امشب من استخاره کردم که برادرکت کشتن یا خودکشی کرده یا هم سکته کرده، در استخاره خداوند به من گفت که کشته شده. وقتی که دیدم عامر اوزه پلیس به خاطر ردیابی کریمینولوژی به استخاره دست میزنه، من دست از تحقیقات کشیدم و تا به امروز در خانواده ما یک ابهام بزرگی است رفتن برادرم و کشته شدن برادرم و کشته شدن خودم.
دو سوالی که تا به هنوز هیچ نمیتونم به جوابشون برسم. و من هم کار دیگه کردم، این 7 سال زندگی بدبخت خودم و خاطرات برادر خودم یک سر روش خاک گذاشتم و دیگه کوشش کردم که دیگه ده اونا نپیچم، چون هرچی میپیچم به نتیجه میاد. تشکر میکنم از حامیان برنامه جوس نکتار طبیعی شفا. همچنان شما میتونین که از خواص بی‌نظیر آبجو امپریال هم مستفید شوین. برمیگردیم. بیننده برنامه سراچه هستیم. سپاسگزار هستم از همتان عزیزا. امشب یکی از متفاوت ترین برنامه ها را شما بیننده هستین. او هم با یک چهره رسانه‌ای، یکی از کسایی که حرفهای زیاد به گفتن داره براتان و در پهلوی از اینکه در رابطه به معتاد شدنشان صحبت میکنن، معلومات کافی درباره زندگیشان هم تا آخر برنامه پیدا خواهد کردین. پس همراهیتان میخوایم بیان که با بیننده یک جا اما ویدیویی را که اولین ویدیویی تان کسی گرفته بود و به صفحات مجازی سپرده بود کمک ببینیم. برمیگردیم روش صحبت میکنیم. فعلا ما با تصویر گرفته میشم در حالت این مهم نیست، اما دوست عزیز ما ظاهرا بر ما بزرگواری کرد و میخواه تصویر از ما بگیره و تا توایم چی گوره ملنگ دمرم خراب کونشی شکل زان و دا خیالات که لیکن دمر خرابیم چی تفکسی ما کنم. این ویدیو را که میبینین چی احساس میکنین؟ این بچه اتفاقا برای من منتو آورده بود و و حسی برادرانه داشت، میخواست که از من میخواست که در رسانه ها چی میگی. من به خاطر به قدر کافی توهین شده بودم، شخصیتم زربر رفته بود. اینجا تنها من میخواستم مهارت زبان ها را نشان بدم که به فارسی و پشتو و انگلیسی و اردو گپ زده میتونین صحبت کنین. و بعد از اینکه من رفتم به زیر پل دعمام کاکانبی بودم در کوتی سنگی که خوام برد، طولانی بسیار خوام بردم اتاق و حمام. وقتی بیدار شدم کاکانبی بسیار یک مرد خوب، اولین حمامی بود که بیدل شناس بود. وقتی رفتم مرد آغوش گرفت، گریه کردم، گفتم که من دیگه کاکانبی به خسته شدم، هرچ میکنم نمیمرم. و بس حمام کاکانبی برآمدم که برم به طرف پل سوخته که کل پل سوخته محاصره شده بود. مرا یکی از کارمندای مواد مخدر دید و دست ما گرفت آورد مرا در یک موتر رنجر در پشت سرش پدرم شیشته بود. من دیگه اصلا هیچ نمیخواستم که پدرم را ببینم، چون به قدر کافی بر من زجر کشید، چی ها که نکرد به خاطر من، خیلی کارای کرد. و وقتی پدرم دیدم گفت در موتر بالاش بچیم دیگه. حالی وقتی چی شده، اولین پرسش در زیر ممی بود که من خانه میبرن به مواد چطو کنم. وقتی که من در موتر بالا شدم دیدیم که معادله بخی تغییر خورده، تمام مردم خبر شدن من موتار شدیم. این ویدیو در بابو ویدیو. بله، یکی از جوانان تصمیم دارد که مرا ببره به هند. بله، ای هم یک ویدیویی بود که به دست رسانه ها سپرده شد و همچنان در صفحات مجازی که همراه شما گرفته بودن که به هند میبرمشان به تداوی. مسئولیت تداویشان هم میگیرم. چند مسئله شد. امی لحظه که من دیدم سند گرفتن شروع شد تا لحظه که من را ایلا کرد، عکس و ویدیو هر ثانیه تماس میگرفت، بیا بشین گپ بزن در مورد من، بیا بشین گپ بزن در مورد من. بله که دردناک چیز که یک چیز را که بعد من ایره گفتم در یوتیوب هم نشر شد، تمام ویدیوهایی که شما میبینین و به خاطر استفاده ابزاری از یک معتاد است. باز اونا چی کردن که یک رتبه گرفتن، جگلن شدن. خیلی خوب بود، خوب استفاده خیلی خوب صورت گرفت برش. حتی یکی از نقاشا تصویرش نقاشی کرده بود و کسایی بر شعر گفته بود. خب به مو هدف خود رسیده بود دیگه. من او جوان مرا جور نکرد، بسیار صدمه وحشتناک زد متاسفانه بر من. قصه های ما ادامه داره عزیزا. بعد از یک وقفه برمیگردیم با شما هستیم. ممنون هستم از حامیان برنامه جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان شما میتونین از خواص بی‌نظیر آبجو امپریال هم مستفید شوین. رفت و برگشت کوتاست، با شما دوستا هستیم. ادامه برنامه سراچه هست. جمعه شبها از طریق تلویزیون طلوع و دست نشر سپرده میشه و ما هم حسنا هستم. برمیگردیم به برنامه. از خانواده بگوین، چند فرزند، چه سال ازدواج کردین؟
ازدواج ما بسیار به شیوه سنتی قرون وسطایی صورت گرفت. ما علاقه من به نمیفهم چگونه یک حادثه صورت گرفت، اما بسیار نتیجه موثر ما گرفتم. پدر و مادر ما با وجودی که ما پدر ما پرتوی نادری است، یک شاعر است که 30 کتاب از او چاپ شده، و مادر ما یک معلم است که 30 سال در عرصه ادبیات درس داده. اینا در بدخشان در کشم یک دختر همه مرا دیده بودن و خوش کرده بودن و گفتن که اینمی. یک ما در یک عمل انجام شده قرار گرفتم که نامزدی صورت گرفته بود در غیاب من. به بسیار سرعت تقریبا 15 روز ازدواج باید صورت می گرفت. در راه که می رفتم تمام گفتم همی بود که خدای نخواسته یکی از وحشتناک‌ها نباشه، چیریش اگه این رقم باشه، برخوردش اگه این رقم باشه. زمانی که من رفتم به بدخشان دیدم که چی یک تصمیم بسیار عاقلانه گرفتن. و بعد از ما بعد از ازدواج اولین جملات را با خانم خود گفتم، بعد از اینکه ازدواج ما صورت گرفته بود، نه میفهمیدم چی را حرف میزنه یا این چیزا. با گذشت زمان برای من نشان داد که یکی از زنهایی است که بعد از برخورد او با ما در زندگی دیدگاه من نظر به زن تغییر کرد. دوست بسیار خوبی ما بود و بسیار در زمانهای وحشتناک با ما به پیش رفت. در حالی که ما در زیر پل سوخته بودم، بسیار دوستهای خانمهایشان آمدن پیدا کردنشان، طلاق خود گرفتن رفتن. حتی در شفاخانه دوستهایی را میشناسم خانمهایشان آمدن طلاق گرفتن. و این 7 سال تمام با وجودی که اگر بدخشان خانه پدر و مادر خودم می رفت، شدیداً خیش قوم آزارش می داد. در عروسی ها هم رفتن نمی تونست، در تشکل زنانه نمی تونست که حضور پیدا بکنه. چیزی که برای من قصه می کرد بسیار دردناک است، می گفت که وقتی که 4 زن می آین می شینن ممده به اینشان هستم، حتما بس در مورد اعتیاد مواد مخدر می کشانن و من مجبور می شوم که یا باشی ابرم یا نباشم. خیلی از پیشش خوش هستم، دختر خیلی خوبی است. شما خوشبخت هستین که این رقم یک همسر در کنارتان است. از فرزندایتان بگوین. کودک اول ما یک بچه بود و با تأسف که قرابت نزدیک خونی که من با خانم دارم بعد تولد فوت کرد. خدا نخرد. بعد صاحب یک فرزند دیگه شدم، یک بچه به نام نیرو، و بعد دو دختر دیگه دارم به نام نیایش و آفرینش. که این بچه فعلی من 7 ساله است و دخترم 6 ساله میشه، یک دختر دیگه هم 4 ساله. بعد زندگی در بکونک و بگیر و نمان اینا سپری میشه و دوستای خیلی خوب من هستن. بچه خود معاون دومی خود مقرر کردیم، دخترم معاون اول خود. چی خوب، بشک دخترتان معاون اول تان است. عبیب امی بهترین گپ است. و عزیب مادرشان چی؟ رئیستان؟ نه، مادرشان دیگه تا به هنوز کدام وظیفه نگرفته. بی وظیفه است تا هنوز؟ بله بله. من بسیار تنگ نظر بودم، بسیار دردناک است برای من. یک روز از من خواهش کرد که مثلا فیدوازدر خانده میخواییم بروم یک جای یک درس بخونم معلم شوم. من یک ماه هم روش گپ نمیزدم که تو چرا میری کار میکنی و تو اگر کار کنی در دفتری بری مردها هست، باز مردم زن نستو رو ببینه. بعد از دوره اعتیاد که من برگشتم باز برش گفتم که من تو رو به آرزویت میرسونم. این در حالی بود که شما با خانمای مردم میششتین، با خانمای مردم صحبت میکردین، حتی که یگان دفعه سرتان بد میخورد، 4 تا حرفای رکیک هم نثارشان میکردین، ولی خانم خودتان اجازه نمیدادین. بله بله. ما مشکل ما همیست که در داخل خانه اسامه بن لادن هستیم، در بیرون خانه اوباما میشیم. این سوال است که همیشه در ذهن ما پیدا میشه. چرا بعض مردا همی رقم هستن؟ اما من بعد از این دوره به خانمم گفتم تو را به آرزویت میرسانم، در یکی از پانتونای شخصی شاملش کردیم، حالا میره درس میخونه که معلم شوه و برش اجازه میتونم برای معلم شوه و درس و همون رقمی که درس خونده درس هم بده برای مردم. من زنهای زیادی را متاسفانه که از خود خفه ساختم در این دوره. من یکی از افرادی بودم که همی تفکر کلفت تقویت میکردم. در این روزا مرا میبینن یک تعداد میگه نستو بچیم بی غیرت شدی.
من میگم که نه، من بی غیرت نشدیم، من انسان به معنای دقیق انسانیش باید درک بکنیم. هیچ فرقی ما بین یک زن و یک مرد نمیبینم. زمانی که ما از هند به افغانستان میامدیم، وقتی من از تیاره پایان شدم، کنجکاوانه به طرف کابین دیدم که از هند تا اینجا ما رو یک زن آورده. بله بله. و بعد روز من احساس کردم که مردم می آورده می رقم و زنم. مادرم یکانه کسی بود که همیشه من نظر به فضای زن ستیزی فشار می دهد. سرزنشتان می کدن. امروز یک فرصت براتان می اثر شده که از طریق برنامه از یک کس مزرعت بخواین. از کی مزرعت خواستین؟ یک خانم من خواب بر شهرام ساخته بودم. بعد مدت چندین سال. امی گام می ماند از گلونش می گرفتم. یا می خواست پرواز کنه بالایش مکم می گرفتم. با یک ترفند بسیار وسیع. من نمی فهمم، یک مهارت بسیار خوبی را دارم در بخش روانشناختی مخاطبین. اگر یک چیزی را بگوین که سرش من منفی برام، مخاطبین همون لازم میپذیرن که واقعی نمیتونست. او کسی را که من بسیار زجر روانی دادیم، خداوند مرا ببخشه، او خانم آریانا سعید است. آریانا سعید در اوج دوره شهرتی که به دست آورده بود، بزرگترین صدمات روانی را از طرف مدید. و کلن یعنی ما یک فتوا صادر شد که آریانا سعید مباح الدم است، کشتنش مباح است، یعنی اگر که بکشینش. این فتوا را به خود حق دادین که بتین؟ نه، مجموعی از آگاهان امور بعد از پرداز دادن از طریق شما. بله بله بله، یک تعداد احساساتی شدن و مجموعا یک فتوا دادن که آریانا مباح الدم است. بعد یکی از مصاحبه‌های شدیدم در وی او ای فکر میکنم گفت که سر من تصمیم گرفتن که مرا بکشن و خیلی برای من لذت بخش تمام میشد که سلک و صدماتی را که من برای یک کس وارد میکنم باستاب شد ببینم. و یک روز متوجه شدم در مقابلش من شکست خوردیم. هرچی قوی تر شده بله. میرفت. هرچی من او را ضربه میزدم او قوی شده میرفت. یکی از شبها در صفحه فیسبوک خود که تقریبا 300 هزار لایک دارم در او نشته کردم که من میخواهم از آریانا معذرت بخواهم. بعد مردم آمدم شروع کردم که با معذرت خواستن دیگه تو از ما نیستی و این تو اون تو. مگه من از اینجا از آریانا معذرت میخواهم و علاقه دارم یک روز حضوری ببینمش و از پیشش معذرت بخواهم. و یک چیز دیگه که یک روز در موتر خود میامدم، یک دوست دیویدی فروش دارم، همیشه از پیش دیویدی میخرم. گفت اینه بگی که یک دیویدی از آریانا رو برات بتم. با بسیار اکراه گرفتمش. در را که میشنیدم واقعا من لذت میبردم از آهنگاش. وقتی که اینا رو میشنیدم میشرمیدم یک نوکه والا بیچاره رو چقدر من صدمه دادیم. بدون از اون زنای زیادی رو و از کل از اونا معذرت میخوایم، از کلشون معذرت میخوایم. یک شوخی کنم؟ بفرمایید. یکی از خوبی هایی که اعتیاد براتان به بار آورد و بعد از اون شما یک آدم کاملا تغییر کردین و یک آدم دیگه شدین، امی بود که زن ستیزی تان از بین رفت. هنوزم سر وقته. بله، یک تعداد دوستان مرا میگن که کاش که زیاد معتاد میموندی که حال بیخی آدمی خوب میشدی. خدا نکنه. یک کار میکنیم. بله. شما را میبرم به یک طرف دیگه. شاید هم حرفایی به گفتن داشته باشین، توسط یک سا همچنان یکان چیز بیان کنین. با بیننده یک جا میبینیم روی تصاویر صحبت میکنیم. خوب است؟ این تصویر خیلی به من تصویر ماندگاری است. آقای نادری هستند؟ بله، 69 ساله میشدن، در خانه شیشته بود و خیام خموشم و دوستی بسیار بزرگوارم که مدیریت بعد بورانی من را پیش میبره، گفت آجیل میری یک کیک میخری و شمها را میاری میمونی و پرتو صاحب سرپرایز میکنی. وقتی که برآمد از اتاق دو آغوش گرفتمش، هنوزم میشرمم چقدر زجرش دادیم. اما این برش یک نشان میداد که حال من دوباره جور شده و برش یک محفل میگیرم. متاسفانه حرفهای مردم که چقدر اذیتشان میکرد. بله. در رابطه با شما. بله. مردم ما عادتشان از اذیت کردن. زمانی که در کنارش ایستاد شدم و برش این مسئله رو گفتم که دیگر بزرگترین شاعر افغانستان تنها نیست، ما در کنارش هستم، ما بادیگاردت هستم و کوشش میکنم که تو دیگه آرام باشی. این تصویر برمیگرده به دوباره زنده شدن ما و من سپاسگزاری میکنم از هیئت رهبری وزارت صحت عامه افغانستان که بزرگترین محفل تجلیل از روز جهانی صحت گویندگیش به من سپردن. این روزهای اخیر است که من از
میبرایم از شفاخانه فنیکس و بسیار اوگار شده بودم، یعنی وضعیت من خیلی خراب کرده بود. حالا تصویر بعدیش بیا، این روز است که 20 روز از دوره ترک ما میگذره، یعنی این حالت داشتیم. یعنی فکر کنین از این که ضعیفتر مرد فنیکس تسلیم داده بودن. این دوره 3 سالگی من هست، یادم نمیره که اینی دوره دیگه زندگی در ذهن من درد شده. کرمچک های تکایی داشتم که یکی از ماماییم به نام ماما قدیر برام آورده بود و هیچ از یادم نمیره. حتی این لباس هایم در حافظه‌ام هست، همین دوره که ایره مادرم نشته کرده که سال 1363 نستو در 3 سالگی و ایره در 9 ماهگی عکس من هست که چون خب نگاه کردن براتان عکس ها را. بله اینا رو مادرم نگاه کرده و ای در 9 ماهگی بودیم من. بله هم تصاویری که با هم دیدیم و هر کدامش خاطره ساز بود برای شما. بله. دوره های خوب و خراب زندگی تان بسیار خوب و خراب. بله تصاویری را که من پیشتر از فنیکس می دیدم، یکی از بچه های مامای من فول برایتر است. خب. در یک مؤسسه خیلی خوب کار میکنه، خیلی بچه منور است به نام بهمن شایی. این کلن دوره که من در فنیکس بودم مرا می آمد خبر می گرفت و می رفت این چیزا. و پدرش که ماما هاشمی من است، این دو نفر بسیار در زندگی پاکی خداوند خیرشان بده گذاشت. یک وقفه می گیریم، بعد از وقفه برمی گردیم، با شما هستیم عزیزا. جوس نکتار طبیعی شفا را فراموش نکنین و همچنان شما می تانین که از خواص بی‌نظیر آبجو و امپریال هم مستفید شوین. در برنامه تان اسپانسر داشتین آقای نادری؟ نه، ما با تاسف یک چیز دیگر من میگم که مارکتینگ از ما میترسید که ایانم برنامه خراب نگیره و ما، اما خیلی خوش هستم که اسپانسر، اما اگر اجازه باشه که از امی من از بیر امپریال یک استفاده بکنم ببینم که اینال ای برنامه من مینیست یکی از افرادی که مزیش ببینم باز بگویم که چرا کمی بود طعم سیب داره واقعا زیباست. وقفه داریم برمیگردیم، با شما هستیم عزیزم. شما بیننده برنامه سرچه هستیم، در پایانی برنامه هستیم، اما گفتنی های زیاد آقای نادری براتان در آخر برنامه هم داره که همراهی هر یکتان خواهان هستیم تا پای برنامه با ما باشین. میخواییم بفهمم بزرگترین چرای زندگیتان چی است؟ بزرگترین چرای زندگی ما بیشتر بعضاً احساس های عرفانی هم دارم. بزرگترین چرای زندگی من ایست که خداوند مرا بارها تا لبه پردگاه مرگ میبره، بارها در عمق ذلت ها میکشانه، باز میبینی که یک انگیزه باعث میشه که در اوج عزت ها قرار میته و دوباره زنده میکنه. یک بار نیست، ده ها بار هم شدیم. بسیار دردناک است برای من که زمانی در پل سوخته در نزدیکیش یک دواخانه بود، به چی مشکلات یک سفترکسون گرفته بودم و عذر می کردم که امیر مرد ترزیک کنین که میمورم سفترکسون. یک دکتر با بسیار اکراه مرا از دواخانه کشید، گفت لعنتی پودری موتاد، نمیفهمی که من در تو به دست بزنم میکروب داری. اما زمان دیگه فشارم سقوط کرد، در صفحه خود نوشته بودم که فشارم سقوط کرد، 6000 کامنت شفایاب شوی برای ما آمده بود. یعنی او دورانم معمون از تو بودم، این دورانم، اما نمیفهمی چی تفاوتی وجود داره. چرای بی جواب از ذهنت؟ چراهای بسیار بی جوابی وجود داره. در فنیکس که ما رفته بودیم یک روی خوش وجود داره در داخل فنیکس. هیچ کس با تو از مسئولین گپ نمیزنه. ایره خوش دارم من ای روی عرک. مفت میفهمی که معتاد یعنی کی. اگر با یک صفاکار با شما در روی سرک فنیکس یک سلام بده، باید افتخار کنی که من فلان صفاکار قدیم سلام داد. دکتر و اینا خود جایش باشه. یک فضای خوش که منیس انسان قبول نمیگیرن آدم و این چیزا. من این سیاست فنیکس خوش دارم. اونجا بود که من متوجه ساخت که بله یک معتاد یعنی کی. اما در اوج ذلت های کنجا به سر می بردم من در فنیکس یک تحول بسیار بزرگ زندگی من یک ورق دیگه خورد. بله. قرار بود که وزیر صحت بیایه و در اونجا صحبت بکنه، یک بخش افتتاح کنه. من دیگه 7 سال نمی فهمیدم وزیر کیست و این چیزا. حتی نمی فهمیدین که سرپرست است که سرپرستی وزارت بله، همان بله، میکنه. چی مانده ای که بشناسینش کیست؟ کیست؟ من
و بسیار مشکل. رئیس شفاخانه فنکس وقتی معتاد باشی بخوای ببینی 6 روزه در بر میگیره. یک روز رفتم پیش رئیس همی کسی که دادن در روز ششته با بسیار یک رشخندی مرا گفت معتاد چی تو چی کاره که تو رئیس ببینه؟ تو یک معتاد آدم هستی، برو در بستریت باش. از اونجا آمدم پیش معاون مالجوی آقای کوشان که چی یک مرد بزرگوار است و چقدر دوستش دارم. یک بچه رو شانده در اینجا گفتم میخواییم کوشان رو ببینیم. گفت او معاون مالجوی چی تو معتاد ببینم؟ و بسیار مشکلات. بالاخره یک لالا ببرک میگن بنام پدر معتادای فنکس نام داره که او چندین سال از پاک است. ایره به بسیار مشکلات لالا ببرک مرا به رئیس رساند. گفتم من 3 دقیقه مرا اجازه بدی گپ بزنم. می ترسید که من در اونجا ضعف های فنکس نگویم و بسیار مشکلات. بعد از غور و بررسی وقتی که من اونجا بالا شدم امو برنامه‌سر برنامه رو گفته بودن که هر لحظه ای باید یک نیش بزنی که وقت کم است، وقت کم است. به هر صورت صحبت های خودم کردم، پایان شدم. یکی از مسئله های که آمده بودن برای امنیت سرپرست وزیر صحت آقای مجروح، گفت اینجا بیاین. وقتی که پشت سر من دور دارم که آقای مجروح از جایش خیسته و وقتی که من نزدیکش شدم مرا در آغوش گرفت و گفت که تو یکی از چهره های خیلی خوبی هستی، تو در حقیقت نشان دادی که پاکی وجود داره، من را خیلی دوست دارم، خانه برو که پدرت منتظر تست و این چیزها. و برای من بسیار جالب بود که چی تو آقای مجروح قدر محبت کردن برای من. وقتی من از شفاخانه بر آمدم برش تماس گرفتم، یک روز رفتم به دفترش، گفتم من شاید بیکاری من را دوباره به چنگال اعتیاد بکشونم. گفت ما تو را کوشش میکنم که در یکان بخش وزارت صحت بیای و کار کنی. خوشبختی را در چی میبینین امروزه با وجود گذرانیدن این همه مشکلات در زندگیتان؟ خوشبختی را در چی پیدا میکنین؟ خوشبختی را یک روزی را نوشته بودم، خوشبختی یعنی یک گلاس چای تلخ داغ در کنار دخترم به نام آفرینش در زمانی که مادرش برای من چای آورده باشه و پدرم در خانه آرام باشه و وسواسی را نداشته باشه که نستو مواد مخدر میکشه و مادرم به فکر آرام به طرف مکتب بره و بر درس دادن و خواهرم دیگر در پوانتون نشرمه که بگوینش خواهر نستوی نادری است. یعنی خوشبختی این به نظر من. چی پلان دارین با آینده؟ در آینده ها پلان های مختلف دوری را که من مدیریت کردم بعد از برآمدن شفاخانه مدیریت خوب صورت گرفت. تشکر از تمام دوستانی که قدم در این مدیریت کار کردن. علاقه من دستم که آرام آرام دوباره بیایم به مسلک مقدس خبرنگاری خودم. من احساس میکنم مثل ازی میمونم که امروز وقتی که آمدم در استیدیو من بسیار مایی باز هستم، اکواریومیست، بسیار مایه های اکواریومی را دوست دارم. فکر میکردم که در یک خطاب بودم و فعلا در یک اکواریوم شفاف فعلا نشستیم. برای من استیدیوها مکان های مقدس است. بله. چون حقایق اینجا گفته میشه. بعد یک مرحله که کتاب ما چاپ شده و فعالیت هایی که فعلا در وزارت صحت افغانستان ادامه داره، آرام آرام کوشش میکنم رخنه بکنم بر مسلک اصلی و مسلکی که همیشه داشتیم. میخوایم خبرنگار بمرم و پیش از اینکه مسلک خود تغییر بکنم. هنوزم خبرنگاری را دوست دارین؟ واقعا مسلک مقدس و زیبایی است که هر چیز میشه ترک کرد، حتی مواد مخدره، اما خبرنگاری اعتیادش قدر ثقیل است که هیچ وقت ترک نمیشه. بله، همراه تان هم نظر استم کاملا. ما را نمیگین با وجود این همه مشکلات بازم کار خود دوست داریم و عاشقانه ادامه میتیم. با وجود از اینکه اونمو گپ هست میگه رسانه نام داره نان نداره، ولی با وجود از اون یک عشق علاقه خاص داره. باز معنویتش بالاتر از هر نمم. شما یک مدت طولانی در تلویزیون طلوع هم کار میکردین، برنامه بامداد خوشه که در امو اوایل تقریبا 3-3.5 سال گردانندش بودین، در پهلویش برنامه آدین روزه که تهدابگذار برنامه هم شما بودین که یک جایگاه خاص را در بین اجتماع پیدا کرده بود و علاقه مندای خاص را پیدا کرده بود. دق شدین پشت او روزا؟ پشت او روزا در کنار از اینکه دق شدیم، او روزای خودا که میبینم اتو احساس میکنم که من یعنی اونو نستوی او روزا را که سل میکنم و فعلا اتو احساس میکنم که او بسیار بزرگ بود و او بسیار او همه چیز میفهمید و من چیزی را نمیفهمم. این اتفاقا امروز روز بسیار خوشی است که من
این تصویر دوره نستوگه که خوشایند. کسی که من دیگه اسم میکنم نمیتونم به رسیدگی بکنم. هفت 36 دقیقه صحبم بوده با تمامش خلاقه میامن انسان. تفاوت بین نستوی او روز من زندگی میکنه؟ دنیا یک معتاد چیرنگی است. دنیا یک معتاد کوچک میشه و کوچک میشه و بازم کوچک میشه و بازم کوچک میشه. یک معتاد شما میتونین که با پیدا کردن یک گرام مواد مخدری که 24 ساعت شه اکمال بکنه کل دنیا رو بهش ببخشین. بله. و یک معتاد میتونین با گرفتن موادش که در جیبش هست بکشینش. دنیا در وسط یک گرام مواد به پایان میرسه. بعد دنیا در بین 5 افغانی و 10 افغانی و 20 افغانی و 30 افغانی به پایان میرسه. یک معتاد از واحد پولی 100 افغانی به بالا را نمیشناسه. بله. و بسیار یک دنیای تاریک باشه. و در پهلویش نگفته نمانیم که کتاب قرار است از آقای نادری به دست نشر سپرده شود که کارش قسمی که خودشان گفتن تمام هست. نام کتاب کتاب بگویم؟ بله، نام کتاب پل سوخته آخر دنیا، روایتی از 7 سال مرگ تدریجی است. بله. قرار است به بازار عرضه شود، حتما بخوانین این کتاب دوستا. و بر ما شاید سخت ترین برنامه بوده باشه که پیش بردم امروز. واقعا و قصه های دردناکی را شنیدم که من مطمئن هستم بیننده هم تایید میکنن گپای ما. واقعا دشوار بود و خوشحال هستم که شما صحتیاب هستین، صحتمند شدین و امروز کمتر درباره اون روزای تلخ و بیشتر درباره آینده و گپای خوب و مثبت صحبت کردیم. تشکر یک جان. جالب قضیه است که من گفتم برای شما که برنامه شما یکی از پربیننده ترین برنامه های خانه ماست. وقتی که من گفتم در برنامه سراچه دعوت هستم، مادرم اسپانسر شد برای من که این لباس برام خرید. بسیار خوب. بله، گفت که چون در برنامه سراچه میری باید. و خانمم چندین بار می آمد که مرا می گفت. من در دورانایی که روی پرده ها می بودم یک آرایشگر داشتم و بسیار با فشارشی بود که پیش آرایشگر بود، گفتم نه هنوز اوقدر برای من، اونا بسیار دست پاشه بودن. اسم می کردم که امید دوباره زنده شدن من برشان خیلی ارزش دارم. آقای خموش برای من آخرین ویکتوم، ظاهر شدن در برنامه سراچه را آخرین مرحله قرار داد کرده بودن و امروز خیلی خوش هستم. امیدوارم که برنامه را دیده باشن، رضایتشان هم حاصل شده باشه. و آخرین حرف در یک کلمه میخواییم از شما جواب بگیرم، کدام عادتتان را نمیخواییم فرزندهایتان به ارث ببره؟ من میخواییم که کدام عادت من، این عادت من که از هیچ نوع نقطه ضعفی نباید سرشان حمله صورت بگیره، بی باز باشن. یعنی من خوش ندارم که فرداها بازدار باشن، یعنی زنک باز باشن یا دختر باز باشن یا کفتر باز باشن یا فلان باز باشن، به خاطر که این بازها آدم بعد بسیار خطرناک خراب میکنن. ممنون از اینکه تشریف آوردین. یک جان سپاس و من خیلی افتخار میکنم در کنار شما بودم. دوستای بزرگواری را که هر کدامش خاطره برای من هستن و این مکانی را که هر لحظهش برای من خاطره ایجاد میکرد، اینجا آمدم، لحظات خیلی خوشی از زندگی بعد اعتیاد من گذشت. تشکر. سلامت باشین. از شما بیننده عزیز هم یک جهان تشکر. برنامه امشب شد تمام. ممنون هستم از حامیان برنامه جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان از حواس بی‌نظیر آبجو امپریال، هم شما میتونین مستفید شوین. مواظب صحتتان هم زیاد باشین. موفق باشین. خدا نگهدار. وقت بخیر. تا هفته بعد.